روز دوم نشست امسال بنیاد پژوهش‌های زنان ایران طبق سنت هر ساله با صحبت‌های بنیانگذار این بنیاد شروع شد. گلناز امین که یاد و خاطره دو زن را گرامی داشت، هما ناطق و مادر بهیکش، و تاکید کرد بر طرحی نو و نگاهی نو بر جنبش زنان انداختند. احترام و همدلی در روابطمان نباشد، هر چقدر هم که شناختمان از شرایط و فرصت‌ها و سختی‌های پیش رویمان بهتر و بیشتر باشد، باز خشونت و غیریت بین ما حاکم خواهد شد. این خشونت و تفاوت انگاری و خودی و غیر خودی کردن ما را چند پاره می‌کند و از دستیابی به اهدافمان باز می‌دارد. نشست امروز سه میزگرد مهم داره. یکی از مهمترین میزگردها میپردازد به مسئله اشتغال و کار زنان در بازار کار ایران که سهیلا وحدتی بنا اون رو تحلیل و در مورد اون سخنرانی کرد. صحبت من بیشتر در مورد این بود که وضعیت مدافعگری پس از برجام چه خواهد بود، چون که احتمال میره تحریما که برداشته میشه و حجم مبادلات اقتصادی غرب ایران افزایش پیدا کنه و در نتیجه بودجه خارجی برای کمک به سازمان‌های مدافعگری کاهش پیدا کنه و در این صورت وضعیت حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان چی میشه، و من به این پرداختم که چه چالش‌ها و فرصت‌هایی پیش رو خواهیم داشت. فمینیست دولتی نگاهی به تجربه‌ها و آموزه‌های مستقل جنبش زنان ایران، مسئله برجام و تأثیر اون بر روی وضعیت زنان باهائی، و نگاهی به تجربه ها و آموزش های سازنده‌ای که می توان گرفت از جنبش زنان افغان، موضوعات دیگری بود در این کنفرانس در روز دوم خودش. موضوع بحثم در مورد فمینیست دولتی بود. بر اومدم بررسی کردم چرخش این نقش دولت زن از در طی این 14 دهه، از دولت زن به فمینیست دولتی که منظورم به در واقع نقش خانم شنگدخت ملاوردی در کابینه جدید هست و چطوری این چرخش صورت گرفت و مسائل زنان مورد توجهشون قرار گرفت پرداختم. مطلبی که من ارائه کردم تمرکزش در مورد سابقه نظرگاه مدرنیزم و تأثیراتی که روی ذهنیت و تفکر روشنفکرانه ایرانی داشت و نقدش و تأثیری که روی مقوله‌های به اصطلاح تئوریکی که تو چارچوب نسبیت فرهنگی مطرح کرد و نتایجش به نحو بسیار ناگواری روی موقعیت زنان ایران اثر گذاشت. میزگردهای روز دوم نشست بنیاد پژوهش‌های زنان همچنان ادامه خواهد داشت و اختتامیه این برنامه هم اجرای موسیقی توسط گروه آبجیز خواهد بود. حمیده یارمیدی، صدای آمریکا، دانشگاه مریلند.